موین سیاسی وزارت خارجه در نشست در کابل با انتقاد از اخراج مهاجران افغان از پاکستان میگوید که این تصمیم پاکستان یک جانبه و خلاف قوانین بین المللی است و باید اسلام آباد با مهاجران افغان رفتار مناسب داشته باشد شیر محمد عباس استانگزی هشدار داد که پاکستان افغانستان را مجبور نسازد تا عکس عمل داشته باشد زیرا به باور او اکنون افغانستان از نیروی قوی دفاعی و سازو برگهای نظامی فراوان برخورداره است مونږ ډیر زغم وکړه له حوسلم کار واښته شدید اکسوالمال مونږ خو زمونږ امید توقع او توقع دا دی د پاکستان امنیت خوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چقپل رويته تغییر ورک او مونږ په دې مجبور نه کې چې دوی د عمل په مخابل کې موږ اکسوالمالو خې شیر محمد عباس استانگزی همچنان بار دیگر بر بازگشایی نهادهای آموزشی در کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که آموزش حق طبیعی و شرعی هر شهروند افغانستان است که هیچ فرد نمی‌تواند آن را انکار کند این مقام وزارت خارجه می که همه شهروندان کشور با شمول زنان می توانند در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و دفاع از کشور سهم فعال داشته باشند. در ولومب روي تمامه خواهران او برادران ما خلاص شو البته د دې مورید باز مشاکل وجود درنه هغه مشکلاتونه چې په دې مخ کې دي زنه غواړم په غیبند په ژیاط خبر یو کم خدا مونږ هميشه ویلي دي او اسلامي امارات هم کده کده دا وایي چې تعلیم هرکه د نروي کې د ښځوي د دې یو فرد او د هرچا طبي حق دی او شریع حق دی هیڅوک ردي انکار نه وکړي معین سیاسی وزارت خارجه همچنان تاکید می که تمامی مرزهای کشور از امنیت برخوردار است و تلاشا برای ثبات در بخشهای گوناگون در کشور نیز جریان دارد شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که برای تعامل بهتر امارات اسلامی با جهان نیاز است تا حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود ما در یک نظام غیر رسمی زندگی میکنیم قطعا ضرور است اما باید پیش زمینه مسئله باید کمو حقوق اساسی خانم هاست روابط نیک با همسایه هاست و قبول کردن قوانین به است به اطاعت قوانین به ما به یک نتیجه رسمی نخواد رسیدیم موین سیاسی وزارت خارجه همچنان از کشورهای منطقه و جهان می خواهد تا در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند